شما به سرخط اخبار فرانیوز در پنج شنبه 25 خرداد 1402 گوش می دهید. تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه. واژگونی قایق پناهجویان در یونان حداقل 79 کشته بر جای گذاشت. به کار بردن واژه قتل توسط همسر رئیسی برای مهسا امینی. وعده مقامات آمریکایی برای پیگیری مطالبات تحصن کنندگان ایرانی مقابل وزارت خارجه. ابراز نگرانی دو نماینده آمریکا از همکاری موشکی چین و جمهوری اسلامی. اردوغان: ایران مانع راه اندازی کریدور زنگزور است نه ارمنستان. تهدید مهاجران افغان به اخراج از ایران در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری. طرح دو حزبی قانونگذاران آمریکایی با هدف نظارت بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران. فستیوال فرهنگی هنری ایرانیان در برلین با هدف حمایت از جنبش زن زندگی آزادی. آمر به معروف حمله کننده به سپید رشنو جذب مؤسسه همشهری شد. سرنوشت ماه منیر مولایی راد در حال از ابهام. فراخوان مردم ایزه در حمایت از خانواده پیرفلک. کشته شدن 168 سوخت بر اثر انفجار خودرو در سال گذشته. معمای مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا درباره توافق موقت هسته‌ای. حضور پرشمار زنان ایرانی در راهپیمایی سالانه اعتراض به خشونت علیه زنان در سوئیس. وال استریت ژورنال: جمهوری اسلامی در قبال آزادی زندانیان آمریکایی درخواست میلیاردها دلار کرد. این بود پایان اخبار. فرانیوز، نیاز امروز. کانال یوتیوب فرانیوز رو سابسکرایب کنید، روی آیکون زنگوله بزنید و روی آل قرار بدید تا در لحظه از اخبار و ویدیوهای جدید مطلع بشید. ما رو به دیگران معرفی کنید. با ما همراه باشید. سپاسگزاریم.